سوال این هفته در مورد سوال تکراری هستش که بیشتر شما احتمالاً شنیدین، اینکه از کی فهمیدی که با دیگران فرق داری؟ با شنیدن این سوال شما فکر می‌کنید واو چقدر به زندگی ما علاقمندم و می‌خوام بدونن که چی شده و چرا و چگونه. اگه بهشون بگین که بچه که بودین فهمیده بودین که با بقیه فرق دارین، اصلا بازیتون فرق می‌کرد، لباس پوشیدنتون فرق می‌کرد، همین تعریفی که هممون می‌کنیم، مطمئن باشین بلافاصله تو چششون آثار چندین کروموزوم و ژن و غیره میاد و فکر میکنن که او این به لحاظ ژنتیک مشکل داره، ژن معیوب داره. حالا فرض کنین بیاین و بهشون بگین که من در نوجوانیم توی مدرسه فهمیدم عاشق همکلاسی میشدم یا فهمیدم با بدنم این مسئله رو دارم و و و و بلافاصله فکر خواهند کرد این تو خانواده تو کودکیش چی کشیده، روانشناسای حرفه‌ای میشن که شما رو تجزیه تحلیل میکنن، پدر مادرش خوشونت کردن، خانواده چطور بوده، برادر بزرگ داشته، خواهر کوچیک داشته، مادر و پدرش چجوری کنترل نکردن که چی بپوشه با چی بازی بکنه و غیره. و شما در واقع برده آن آسیب های کودکی تو تصویر میشید. حالا فرض کنیم بیاییم بگین که من در بزرگسالی فهمیدم که مثلا گرایش جنسیم با بقیه متفاوته، قطعا شما رو به عنوان یک فرد هوسواز و منحرف طبقه بندی خواهند کرد، چون مگه میشه یکی تا اون موقع نفهمیده باشه؟ البته جوگیر شدن هم به همه این مراحل میخوره، شامل همه این مراحل میشه، برای اینکه خودتون رو بذارید در رأس هرم انسانی این همه توضیح و توجیه میذارید، ول کنید، اینقدر براتون سخته پذیرش آدمایی که نمیخوان مثل شما باشن و جور دیگه یه سعی کنید بشه، زیاد سخت نیست، ما یاد گرفتیم، شما هم یاد میگیرید.